شوخی های اهل بیت خودش کتاب شده. بعضی از شوخی هاشو من اصلا نمیتونم بگم اینجا، والله نمیتونم بگم. نه خانما نمیبودن، همه تون پیره مرد 90 سالم بودید، نمیتونستم بگم بعضی هاشو. مثلا طرف رفته یه سوالی از امیرالمومنین پرسیده، مسئله جنسی بوده، مسئله جنسی سوال پرسه، خیلی مثلا فنی و بامزه جواب داده، آره یه تیکه مثلا انداخته بهش و یه خنده هم کرده حضرت. حالا بد نیست میان درس به این نکته هم اشاره کنم. البته ما از باب نصیحت میگیم، واقعا ناراحتیم. گفته بود که مبیت لیلت المبیت، مبیت امیرالمؤمنین فضیلتی براش نیست، دوباره یه سخنرانی کرده. من خیال کردم که این تیکه رو قطع کردن از سخنرانی و به هم چسبوندن، بعد دوستان نه نوار کاملش رو برام آوردن، یعنی صدای کامل رو دیدم. خیلی توهین به اهل بیت، تا کی باید تحمل کرد؟ میگه که یه کتابی هست، حالا اون کتاب کدومه، چیه، ادعای باطله، همچین کتابی وجود نداره، که اهل بیت یه شوخیایی دارن که من نمیتونم بگم. اولا خودش رو مقدستر از اهل بیت معرفی میکنه و این ابتلاست. کسایی هم که نشستن عده‌ای از جوان ها هستن، من نمیدونم چجور این جوان ها رو جمع میکنن و این افکار غلط رو بهشون میدن. بعد ظاهرا یکی بهش میگه بگو، میگه نه خانوم هم نبودن، پیرمردای 100 ساله 90 ساله هم بودن نمیگفتم. یعنی آنقدر نعوذ بالله اهل بیت در حرف زدن کلماتی رو به کار بردن که زشت بوده. اینجوری میخواد به مردم بگه، اونایی که اونجا نشستن. بعدم میگه سوالهای جنسی از امیرالمومنین میشد، امیرالمومنین هم یه لبخندی میزد. این حرفای چرت و پرت که معلوم نیست از کجا آورده. آخر اینایی که متصدی امرن، اینایی که حافظ مذهبن، دنبال اینن که دین حفظ بشه، جامعه به سوی معنویت پیش بره، چرا جلو اینا رو نمیگیرن؟ چرا به اینا جرأت میدن؟ اینا باد هر طرف بزنه میرن. علمای بزرگ، فضلای عالی مقام که زحمت کشیدن تو حوزه معارف اهل بیت رو درست کسب کردن، اینا باید متصدی امور مذهبی مردم بشن، نه شخصی که مکلاس اصلا رشتش به دین نمیخوره. این حرفهای چرند، حرفهای دروغ بی ربط رو مطرح میکنه. جوانان بیچارا چه میدونن؟ میخواد خوش اخلاقی اهل بیت رو بگه، اهل بیت رو متهم میکنه به این الفاظ رکیک، الفاظی که شایسته خودشه. واقعا انسان نمیداند به کی پناه ببره، به کی بگه. این وحنه بر اهل بیت حرامه. این افرادی که این حرفا رو میزنن باید تعذیر بشن، تا این عبرت بشه برای مردم که کسی جرأت نکنه در حق اهل بیت این حرفا رو بزنه. آخه تا کی ما اینجا در حوزه میسوزیم؟ چون مجار رو به بعضیا دادن که اهل نیستن، اینا اصلا از دین چیزی نمیدونن. این متصدیان امر حوزه و دیگران بشنون، ببینن آیا شایسته است این گونه سخن گفتن در حق اهل بیت. واقعا باید انسان ابراز ناراحتی کنه، بگه که آقا ما به اینجا رسیدیم که یه مکلا بیاد هرچی دلش میخواد به دروغ به اهل بیت نسبت بده. براتون عبرت نشد اون روزی که گفت لیلت المبیت فضیلتی برای امیرالمؤمنین نیست؟ چرا جلوشو نگرفتید؟ به خدا این چهچه ها و بهبه ها ادامه نخواهد یافت، اینا با یه باد بر میگردن. دنبال متدین این برید، دنبال اینایی که معارف اهل بیت رو خوب کسب کردن برید، اینا رو در اختیار جامعه قرار بدید، اینا بذارید ناصح باشن، نام اهل بیت بیاد، بعد مردم بخندن، بگه خانوما هم اگه نبودن
پیرمردای 90 ساله هم بودن نمیگفتم، یعنی نعوذ بالله اهل بیت کلمات زشت داشتن، رکیک داشتن. این چه حرفیه؟ این چه کلامیه در حق اهل بیت؟ مگر شما فتوا به حرمت نمیدید اونجایی که وهن بر اهل بیت باشه؟ میگن آقا جایی که نام اهل بیت میاد کسی حق نداره آلات لهو و لعب به کار ببره، آلات موسیقی به کار ببره، چون وهن برای اونهاست. چه برسه به این مواردی که گفته و ما واقعا ناراحتیم. الی الله المشتکا، شکایتمون رو به خدا میبریم، به رسول خدا، به اهل بیت. به خدا ما این نیستیم، به خدا ما این گونه فکر نمی کنیم. اینا گروهی هستن که مجال بهشون دادن و در هر حال با این حرفاشون مردم هم بیچاره چی میدونن؟ مردم دنبال دینن، دینو دوست دارن، اهل بیت رو دوست دارن. هر جا احساس کنن که یک کسی یه صحبتی میکند در مورد اهل بیت، تشویق میشن، میرن حاضر میشن تا دین تقویت بشه. متصدیان حوزه کجان؟ مدافعین اهل بیت کجان؟ چه میکنند؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.